دوستان عزیزم سلام مجدد، با ویدیوی بعدی در خدمت شما هستیم. ادامه مباحثمون رو داریم، از فصل اول درس یک رو گذروندیم، بریم سراغ درس دوممون، بحث معادلات درجه دوم و تابع درجه دو. خب اگر از معادلات درجه دو هیچی یادت نیست فراموش شو، اصلا نمیخواد بدونی، هرچی نیاز داری رو من همینجا بهت میگم، اصلا استرس نداشته باش. اما همونطور که کتاب در مورد یک نکته ای صحبت کرده، من تیتر همون رو آوردم اینجا در موردش توضیح بدم، هرچند که اگر نگفته بود هم من این رو به شما میگفتم. روش تغییر متغیر برای حل معادله. گاهی اوقات یه سری عبارت ها وجود دارن در معادلات ما که ما بهتره بیایم اونها رو معادل یک متغیری بگیریم. مثلا یه عبارت انقدی دارم که تو معادله من تکرار شده، مشابهه، اونو برش میدارم به جاش میذارم تی، حرف تی رو قرار میدم. کجا کاربرد داره؟ بیشتر در اینجا کاربرد داره. معادله x به توان 4 منهای 10 x به توان 2 علاوه 9 رو نگاه بهش بنداز. من x به توان 4 رو میتونم بنویسم x به توان 2 به توان 2، اینم منهای 10 x به توان 2 به علاوه 9. چی توش مشترکه؟ خب من که x به توان 4 رو نمیتونم حلش کنم، بلد نیستم حلش کنم. خب x به توان 2 توش مشترکه، کافیه بیام x به توان 2 رو برابر t بگیرم. این چی میشه؟ میشه تی به توان 2 منهای 10 تی به علاوه 9، میشه تازه یک معادله درجه 2 که در پایه 10 ما کار کردیم. اما فرض میکنیم که اصلا کار نکردیم، بلد نیستیم، یه همچین معادله ایه، ما باید مقادیرش رو به دست بیاریم، جوابهاش رو به دست بیاریم. اول از همه چیز یادآوری میکنم روش های حل معادله درجه 2 رو، که اینجا همه روش هاش رو نمیگیم، مهم نیست، نمیخواد زیاد نمیخواد بیش تمرکز کنی روش. روش های اصلی رو بهت میگم که بیشتر به کارمون بیاد. دو تا روش میخوام برات بنویسم که روش اول از اون کلی تره، یعنی میخواستی کار خودت رو راحت تر کنی، سرعت که برات مهم نیست در امتحان پایانی، وقت و اندازه کافی داری، مهم اینه که با کمترین امکانات بتونی اون سوال حل کنی. روش اول این امکانات رو برات فراهم میکنه. خب روش اول بهش میگم فرمول کلی، شاید اسم دلتا رو شنیده باشی. اگر یه معادله درجه دو به صورت AX به توان 2 به علاوه BX به علاوه C مساوی 0 داشته باشم، شکل کلیش رو کن، به این میگیم کلی ترین شکل معادله درجه دو. ضریب X به توان 2 رو میگیم A، ضریب X رو میگیم B، عدد ثابتان هم میگیم C، در آخر هم مساوی 0 باید باشه، اگه نبود مساوی 0ش کن، ممکنه مثلا مساوی 5 باشه، 5 رو بیاری این ور که اون ور مساوی 0 بمونه. اگر به این شکل شد دو تا فرمول داری، فرمول اول دلتا، فرمول دوم هم ریشته. دلتا مساوی b به توان 2 منهای 4 برابر a در c، بین اینا ضربه 4 ضرب در a ضرب در c. دلتا رو به دست آوردی، بر اساس مقدار دلتا ما میتونیم در مورد جواب هامون صحبت کنیم. اگر دلتا بزرگتر از 0 بود، حتی اگه 1 باشه، بزرگتر از 0 بود، معادلمون دو تا ریشه یا جواب داره. اگر دلتا مساوی 0 بود، معادله یک ریشه مضاعف داره. در واقع دلتا مساوی 0 باشم همینا، انگار دو تا جواب داره، ولی دو تا جواب برابر، واسه همین بهش میگیم مضاعف. ممکنه مکرر هم بشنوید، تکراری هم بشنوید. مثلا اگه جوابمون 2ه، دو تا جواب x مساوی 2 برامون مثلا به دست اومده، خب چون تکراری بوده ما بهش میگیم یک ریشه مضاعف، یک جواب مضاعف داریم. و اما اگر دلتا کوچکتر از 0 باشه، معادله ریشه حقیقی نداره. این که خوراکه، یعنی اگر همچین چیزی رو دیدی دلتات کوچکتر از 0 شد یا منفی شد، سریع بنویس معادله جواب حقیقی اصلا نداره. جواب حقیقیشو به نظر من ذکر کن، حتما دلیلشو تو دانشگاه میفهمی. دلتا رو به دست آوردم، فرض کنیم مساوی 0 یا بزرگتر از 0 شد. اگه مساوی 0 باشه که این تیکه رادیکاله میپره، یعنی اگر دلتا مساوی، تو نمیخواد اینو حفظ کنی، اینو حفظ کن، ولی اینکه اگه دلتا 0 شد این تیکه میپره دیگه مشخصه. دلتا مساوی 0 شه میشه منفی x مساوی منفی b بر روی 2a، دیگه این رادیکال 0 رو دیگه نمینویسیم که میپره، x مساوی
منفی بی بر روی دو. اما اگر دلتا بزرگتر از صفر بشه مثبت بشه، یه بار میگیم منفی بی به علاوه رادیکال دلتا بر روی دو، یه بارم میگیم منفی بی منهای رادیکال دلتا بر روی دو، جفتشو حساب میکنیم. این از روش اول که بهش گفتیم فرمول کلی. روش دوم تجزیه هست که در پای دهم هم گفته شد. من روش های دیگه شو دیگه نیوردم، من همین تجزیه رو آوردم و فرمول کلی. روش تجزیه مال کسایی که یک فاکتورگیری بلدن، دو با اتحادها آشنایی دارن. اینا هر سه تاشون جزء تجزیه به حساب میاد. فاکتورگیری یعنی چی؟ فرض کنیم همچین معادله‌ای دارم درجه دو دیگه، یه عبارت مشترک بینش داره دیگه، اون عدد ثابته رو نداره، اون سیه رو نداره. سی و یادت یه عدد ثابت بود اینجا دیگه، اینو نداره. خب چیزی که بینش مشترکه چیه؟ یه دونه ایکس، از ایکسش فاکتور گرفتم، از یه دونه ایکس، این دوتا ایکسه، ایکس به توان دوه، یه دونه ایکسشو بردارم یه دونه ایکس باقی میمونه، از اینجا آیکس یه دونه ایکسشو بردارم آق باقی میمونه. خب آقا ضرب دوتا عبارت وقتی بشه صفر، یا این عبارت آ صفره یا عبارت B صفره، اینو همیشه یادت باشه. الان یا X صفره یا X به علاوه A صفره. X به علاوه A مساوی صفر باشه، A رو میبریم اون بر، X میشه منفی A. دیدی؟ ریشه هاش به دست اومد. یا مثلا اتحاد مزدوج، اگه داشته باشیم X به توان دو منهای A به توان دو، A عدد A، مثلا میتونه اینجوری باشه X به توان دو منهای 4، 4 همون دو به توان دو دیگه، میتونم چیکارش کنم؟ بنویسمش x منهای a در x به علاوه a، جذر این دوتا رو گذاشتم اینجا، یکی منفی یکی مثبت، عین همان، فقط علامت های وسطشون فرق داره. یعنی اگه هم چیزی داشته باشم، یکیش میشه x منهای 2 یکیش میشه x به علاوه 2، تمام مساوی صفر. اینو مساوی صفر میذارم، مساوی صفرش بذارم منفی 2 میره اونور میشه 2، اینو مساوی صفر بذارم 2 میره اونور میشه منفی. منفی آ رو بردیم اونور، ایکس مساوی آ، مثبت آ رو ببریم اونور تساوی، ایکس مساوی منفی آ. وقتی میگم اونور منظور چیه؟ یعنی ایکس به علاوه آ رو مساوی صفر گذاشتم، آ رو بردم اونور. اینم از این. بریم سراغ مثال. معادلات زیر رو حل کنید. x به توان 2 منهای 10 x به علاوه 9، تمام نکات و روش‌های حل رو بذار کنار، چون من فرضمو بر این گذاشتم که تو تا الان هیچ یادت نبوده از معادلات درجه 2 و ما می‌خوایم در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن بیایم این درس‌ها رو جمع‌بندیش بکنیم. خب تعداد فصل‌ها بالاست، مطالب زیاده، قرار نیست همه رو بگم. من میام کل روش‌های حل معادلات درجه 2 رو بگم، نکاتشو بگم، شاید باعث بشه اون نکات تو زودتر حل کنی، ولی بالا رفتن تعداد نکات باعث میشه که گیج کنمت. پس این کارو نمی‌کنم، یه روش بهت میدم همه رو با اون حل کنی، این بهتره. خب الان x2 منهای 10 x به علاوه 9 مساوی 0 رو من هم میتونم به روش فرمول کلی حل کنم، هم میتونم به روش تجزیه حل کنم. پیشنهاد من اینه که اگر تجزیه رو درست حسابی بلد نیستی ولش کنی، هیچ ایرادی نداره، تو فرمول کلی میتونی دعوا دست بیاری. تجزیه چی میشه؟ یه عبارت مشترک داره، من از اتحاد جمله مشترک میخوام استفاده کنم. عرض کنم به خدمتتون که ضرب دو تا عدد شده 9، جمعشون شده 10 منفی 10. من اینجا در مورد اتحاد جمله مشترک صحبت کردم برات، آها اینجا رو براتون توضیح ندادم، اینجا چون نوشته بودیم دیده نشد. خب من اینو یه لحظه اشاره بهت بکنم. اتحاد جمله مشترک سومین روش تجزیه‌مون هست، یه همچین فرمی داره، من برات فرم کلیشو آوردم، جمع دو تا عدد ضرب دو تا عدد، این دو تا عدد همینان، x به علاوه a x به علاوه b، جمعشون میاد اینجا ضربشون هم میاد اینجا، ما باید اینو به این تبدیل کنیم، گرفتی شد؟ بعد حالا ریشه هاشو در بیاریم. الان میخوام از همین استفاده کنم، ضرب دو تا عدد شده 9،
چند چه حالت هایی داریم که ضرب دو تا عدد بشه 9، 1 ضرب در 9، 3 ضرب در 3. حالا با هم اومدی جمعش کرده شده 10. کدومشو این دو تا رو با هم جمع کنیم میشه 6، این دو تا رو با هم جمع کنیم میشه 10. پس این به درد من میخوره. یکیش 9، یکیش 10. ببخشید، یکیش 1، یکیش 9. بود 10 اشتباه گرفت. خب هر جفتشون در هم ضرب شدن، شدن مثبت 9. به علامت ضربشون باید دقت کنی. اگر مثبت شده باشه یعنی هر جفتشون هم علامت بودن. اگر هم منفی بشه یعنی یکی مثبت بوده یکی منفی، که علامت اینجا رو وقت باید دقت کنیم. حالا زیاد بهش توجه نمی کنیم. ضربشون شده 9 و علامت اینجا هم منفیه، یعنی جفتشون منفی بودن. جمعشون کنی منفی 1 منهای 9 میشه منفی 10 تیکه. ولی به نظر من واقعا اگر آشنایی نداری این تیکه رو اصلا فراموشش کن. حالا ببین من به روش فرمول کلی چجوری حلش میکنم. اینا جواب بریم سراغ فرمول کلی. باید می نویسم که قاطی نشه. اول از همه چیز دلتا رو به دست بیار. دلتا میشه بی به توان 2 منهای 4 آ. آقا مگه همچین چیزی نداشتم؟ آ چنده؟ 1. بی چنده؟ منفی 10. سی هم 9. بی به توان 2 یعنی منفی 10 به توان 2 منهای 4 برابره آ در سی. منفی 10 به توان 2 میشه مثبت 100. 4 یکی 4 تا، 4 9 تا هم 36 تا، منهای 36. 100 منهای 36 میشه 64. پس دلتای من شد 64. دلتای من بزرگتر از 0 شد. پس من دو تا جواب دارم. جوابهای من ایناست. منفی ب مثبت منفی رادیکال دلتا برای دو آ. بی من منفی 10. منفی ب، ب من منفی 10 مثبت منفی رادیکال دلتا 64 بر روی 2 آ. آی من 1، 2 برابر 1 چی میشه؟ 2. رادیکال 64 میشه 8. منفی منفی 10 هم میشه مثبت 10. یه بار میشه 10 به علاوه 8 تقسیم بر 2، یه بار میشه 10 منهای 8 تقسیم بر 2. یه بار مثبت گرفتم بینشون، یه بار منفی. 10 به علاوه 8 میشه 18 تقسیم بر 2 میشه 9. 10 منهای 8 میشه 2 تقسیم بر 2 میشه 1. یه جوابم 1، یه جوابم 9. یه x هم 9، یه x هم 1. من جوابی که اینجا به دست آوردم نگاه نکن حجمش بیشتره، ولی خب یه حالت کلیه. تو همه معادلات درجه 2 رو میتونی با این حل کنی، ولی ممکنه یه سری از معادلات رو نتونی از این روش بری، سختت باشه. پس این است دو تا مدل درجه دوم دیگه هم داریم. در واقع اصخایی میکنم دو تا معادله درجه چهارم هم داریم که خیلی راحت با روش تغییر متغیری که واسه توضیح دادم میتونی بکنیش درجه 2. تو مگه درجه 4 بلدی حل کنی؟ نه بلد نیستی حل کنی. بیشتر در مورد چی صحبت کردیم؟ درجه 2. اصلا اسم درزمون معادلات درجه 2 بود، پس یه جوری باید اینو تبدیلش کنیم به درجه 2. x به توان 2 رو بگیرم t. الان اینجا x به توان 4 یعنی t به توان 2. x به توان 4 رو بالاتر واسه توضیح دادم، اگه یادت نمیاد برو قبلتر هم اول درس رو نگاه کن. 2t به توان 2 منهای 7t منهای 4. ذرایب تغییری نکردن، شد یه معادله درجه 2. دلتا رو به دست بیار. b به توان 2 منهای 4 آسی. b من منفی 7، علامتش یاد نره بذاری یا منفی 7 به توان 2 منهای 4 برابره a در c. a من 2ه، c من منفی 4ه. دلتای من میشه 7 هفته 49 تا منهای منفی 4 ضرب در 2 میشه منفی 8. منفی 8 ضرب در منفی 4، منفی در منفی مثبت 4 هشتا 32.
یه بار دیگه، منفی در منفی مثبت، 4 2 تا 8 تا، 8 4 تا هم 32 تا. حالا اینا رو با هم یه جمع بزن، 2 9 میشه 11، 30 و 40 هم 70 میشه 82. دلتای من از 0 بزرگتر شد، پس من 2 تا جواب دارم. پس در واقع میتونم بگم این معادله درجه 2 من بود دیگه. جواب های من، تی های من میشه منفی ب، دیگه فرموله نمیسم، فرمولت خودت تو چک نویست بنویس، منفی ب، ب من چنده؟ منفی 7. این منفی مال خود فرمول بود، منفی بی، بیو تو پرانتز گذاشتم، مثبت منفی رادیکال دلتا بر روی 2 آ، آی من چنده؟ 2 تو پرانتز گذاشتمش. رادیکال 81 یعنی 9، جذر 81 میشه 9، منفی منفی 7 هم منفی در منفی مثبت میشه مثبت 7، 2 2 تا هم 4 تا. یه بار 7 به علاوه 9 تقسیم بر 4، یه بار 7 منهای 9 تقسیم بر 4، 7 به علاوه 9 میشه 16 تقسیم بر 4 میشه 4، 7 منهای 9 میشه منفی 2 تقسیم بر 4، سادش کنیم منفی 1/2. چجوری سادش میکنیم؟ صورت و مخرج رو همزمان به 2 تقسیم میکنم. ساده سازی در این صورت ها، فقط صورت یا فقط مخرج رو نمیتونی به چیزی تقسیم کنی. پس یه جواب تی من شد 4، یه جواب تی من شد منفی 1/2. نکته بسیار مهم، همینجا این ستاره بزن اینو یادداشت کن هر جوری که فهمیدی. نکته بسیار بسیار مهمیه. آقا من جواب های این معادله رو الان درآوردم، مقادیر تی رو درآوردم، اما تی خودش برابر ایکس به توان 2 بود. حتما باید آخر کار این رو جایگذاری کنی. در نتیجه 1، تی من مساوی 4 بود، به جای تی مقدارش رو بذار، پس ایکس به توان 2 مساوی 4، تی مساوی منفی 1/2، پس ایکس به توان 2 مساوی منفی 1/2. حالا باید جواب ایکس رو به دست بیاری، از تو جواب ایکس رو میخواد، در واقع جواب های این معادله رو بخواد نه اینو. ما از طریق این کمک گرفتیم اومدیم داریم به این جواب میرسیم. ایکس به توان 2 مساوی 4 باشه، ازش جذر بگیرم، ایکس من میشه مثبت و منفی 2. چرا مثبت و منفی 2؟ چون هم مثبت 2 به توان 2 میشه 4، هم منفی 2 به توان 2 میشه 4. چه ایکس هایی به توان 2 برسن میشن 4؟ هم مثبت 2 هم منفی 2. این از این، یه قسمت جواب آخرم. اما اینجا چی؟ ایکس به توان 2 مساوی منفی 1/2 شده. میشه یه عدد رو به توان 2 برسونی منفیشه؟ نه، هر عددی به توان 2 برسه نامنفیه، چون منفی به توان 2 برسه میشه مثبت. پس اصلا نمیشه یه عدد به توان 2 برسه و منفی به من جواب بده، غیر قابل قبول. فقط این تیکر رو قبول میکنیم. برای این قسمت هم به همین شکل، چه واسه که این ساده تر از بالایی است، اینو هم مورد تمرین خودتون میتونید حل بکنید. و اما روابط بین ضرایب و ریشه ها در معادله درجه دوم، ببین بین ریشه های معادله مون یک سری روابطی وجود داره که مهمترینشون مجموع و ضربه. نکن اگر یه معادله درجه دوم داشته باشم، AX رو برای BX برای C مساوی 0، حالت کلی یک معادله درجه دو دیگه، ریشه هاش آلفا و بتا باشن، اصلا مهم نیست چیه ریشه هاش، ریشه هاش آلفا و بتا، هرچی میخواد مقدارش باشه، مجموع این ریشه ها رو با S نشون میدم، مجموع با S نشون میدم به صورت آلفا به علاوه بتا، مجموعشون دیگه جمعشون دارم میکنم، و ضربشون هم با پی نشون میدم به صورت آلفا ضرب در بتا. آقا ما اومدیم واسه این یه فرمول قرار دادیم، یعنی خود کتاب هم داره از این موضوع پشتیبانی میکنه، میگیم آلفا به علاوه بتا رو خواستی به دست بیاری، مجموع ریشه رو خواستی به دست بیاری، از منفی بی بر روی آ استفاده کن. منفی بی آم، بی از اینجا میاد، آ هم از اینجا میاد. میگیم ضرب ریشه رو خواستی به دست بیاری، آلفا ضرب در بتا رو، از این استفاده کن، سی بر روی آ، سی آم، سی از اینجا، آم از اینجا. بقیه رو من برات آوردم، من سعی کردم هر رابطه‌ای که وجود داره رو برات بیارم، باشون آشنایت پیدا کنی. یه سریاشون هستن حفظی هن، یه سریاشون هستن نیاز به حفظ ندارن.
کمتر از این استفاده میشه ولی بلد باش. اگه میتونی بلد باش، ولی کمتر از این استفاده میشه، زیاد قدرت مانور نداره، اما از این زیاد استفاده میشه. مجموع مربعات یا مجذورات ریشه ها، یعنی آلفا به توان دو علاوه بتا به توان دو. مربع کردن یعنی به توان دو رسوندن، مجذور کردن یعنی به توان دو رسوندن، جفتشون یه معنی میده. میشه اس به توان دو منهای دو پی. اس مجموعشون بود که میشد منفی بیام، پی هم ضربشون بود که میشد سیام. اس و پی رو باید به دست بیاری تا بتونی اینو جواب بدی. و اما مجموع مکعبات ریشه ها، آلفا به توان سه به علاوه بتا به توان سه، مکعب یعنی به توان سه رسوندن، این رو هم یاد بگیر. حالا ممکنه چیزهای دیگری هم ببینی، حالا کاری به اسماشون نداشته باش. مجموع معکوس ریشه ها، یک آلفا هم به علاوه یک بتا هم رو میخوای به دست بیاری، یه مخرج مشترک بگی. مخرج مشترک چجوریه؟ این دوتا رو در هم ضرب کن میشه مخرج مشترکت. بتا ضرب در این به علاوه آلفا ضرب در این. خب این همه آلفا به علاوه بتا، مگه اس نبود؟ آلفا به علاوه بتا یا بتا به علاوه آلفا هیچ فرقی نمی کنه. این هم آلفا ضرب داره بتا همون پیه دیگه. به نظر من اینو اصلا نمیخواد حفظ کنی، با یه مخرج مشترک گرفتن میتونی ترش بیاری، ذهنتو پر نکن. یا اینجوری باشه، مجموع معکوس مربعات، یعنی ریشه من هم معکوس شده باشه هم مربع شده باشه، به توان دو رسیده باشه، نیاز نیست حفظش کنی، یه مخرج مشترک بگیر به این شکل هم میتون. صورتش هم میتون. اینو میتونم بنویسم آلفا ضرب در بتا به توان دو. خب آلفا ضرب در بتا مگه همون پی نبود؟ میشه پی به توان دو. اینو باشه، اینم که بالا بهت گفتم حفظش کن، آلفا به توان دو علاوه بتا به توان. اصلا این فرمولا رو نمیخواد حفظ کنی، چیزایی که قرار بود حفظ کنی رو بهت گفتم. یک خیلی مهمه، اصلا اینا رو بلد نباشی هیچی. دو اینم خیلی مهمه. سه چهار، اینا از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردارن، اینا رو حفظ باش. مثال اگه آلفا و بتا ریشه های این معادله باشن، بدون به دست آوردن ریشه ها، یعنی که بدون اینکه بدونیم ریشه هاش چیا هستن، میخوایم این عبارت ها رو به دست بیاریم. خب اول از همه چیز در این سوال ها اس رو به دست بیار که همون مجموعشونه، و پی رو هم به دست بیار که همون ضربشونه، حاصل ضربشونه. این میشه منفی بی اوم، این میشه سی اوم. بی من منفی دوه، این خودش یه منفی هم داره، بی رو داخل پرانتز بذارم. آی من دوه، منفی در منفی مثبت میشه مثبت دو بر روی دو یک. سیاوم چی میشه؟ میشه منفی چهار بر روی دو. منفی چهار روم یعنی منفی دو. اس و پی رو به دست آوردم. خب بریم سراغ ایچ، بریم حلشو کنیم با یه رنگ دیگه، من حل میکنم که قرارواتی نشه. آلفا به توان سه ضرب در بتا و علاوه بتا به توان سه ضرب در آلفا. اگه تو فاکتور گرفتن مشکل داری، چیزهای مشترک رو نمیتونی پیدا کنی، اینجوری پیدا کن. آلفا به توان سه یعنی آلفا ضرب در آلفا ضرب در آلفا، یه دونه بتا داره. این چی؟ یعنی بتا ضرب در بتا ضرب در بتا، یه دونه هم آلفا داره. اینا دارن در هم ضرب میشن. این یعنی هم آلفا به توان سه ضرب در بتا، اینم بتا به توان سه ضرب در آلفا. چی مشترکه؟ یه آلفا ضرب در بتا بین جفتشون مشترک. خب این مشترکه رو بکش بیرون. آلفا بتا اینو بردارم چی میمونه؟ آلفا ضرب در آلفا، یعنی همون آلفا به توان دو به علاوه آلفا ضرب در بتا اینو بردارم. ببین بتا ضرب در آلفا و آلفا ضرب در بتا چه فرقی نمیکنن، چه دو ضرب در سه چه سه ضرب در دو. از این چی میمونه؟ بتا به توان دو. آلفا ضرب در بتا که همون پیه، آلفا دو به علاوه بتا دو هم که اس دو منهای دو پیه. بهت گفته بودم حفظ کن، با یه جایگذاری میتونی راحت حلش کنی. اس من یکه، پی من منفی دوه.
پی من منفی دوه، گذاشتم جاش. اس من یکه، میشه یک به توان دو. منهای دو برابره پی من چند بود؟ دو پی. پی من منفی دو بود. همینجا یه راست می‌نویسم دیگه، میشه منفی دو برابره یک من یک منفی در منفی مثبت به علاوه دو دوتا چهار تا، این میشه پنج. منفی دو ضرب در پنج هم میشه منفی ده. جوابش به دست اومد. این یکی چی؟ آلفا به علاوه بتا میشه اس. این هم میشه اس دو منهای دو پی. اس دو منهای دو پی که اصلا همونجا به دست آوردم. شما در امتحان بنویسا، ولی من خب همینجا دارم دیگه، مقدارشو پنج و اس هم که یک بود میشه یک پنج. اس یک بود، اس دوی منوی دو پی هم اینجا حساب گره بودم، پنج داخلی پرانتزه بود. و اما اینی که همچه چیزی دیدی یه مخرج مشترک ساده بگیر. آلفا به علاوه یک ضرب داره بتا به علاوه یک، ضرب این دوتا شد مخرج من. خب اینو در این ضرب کن، میشه آلفا در آلفا به علاوه یک به علاوه یک. این هم در این ضرب کن، بتا در بتا به علاوه یک. آلفا در آلفا میشه آلفا دو. وقتی میگم آلفا دو یعنی آلفا به تبار دو. آلفا ضرب در یک میشه آلفا. بتا در بتا میشه بتا به توان دو. بتا ضرب در یک هم میشه بتا. اینجا هم که ضربشون کنیم، دونه به دونه باید ضرب کنیم. آلفا ضرب در بتا، آلفا ضرب در یک، یک ضرب در بتا، یک ضرب در یک. مرتبشون. آقا این توان دو رو من با هم میگیرم، آلفا به توان دو به علاوه بتا به توان دو رو من با هم میگیرم، این توان یک رو هم با هم میگیرم. پرانتز گذاشتم که فقط بهت نشون بدم جداشون کنم، پرانتز نظری هم اوکیه. تو مخرج چی؟ یه دونه آلفا ضرب در بتا دارم، یه دونه هم آلفا به علاوه بتا دارم، یه دونه هم یک دارم. این چیه؟ اس دو منهای دو پی. این چیه؟ اس این پی اس اونم یک. به جاش مقدارشون رو بذار و به دستشون بیار. بریم سراغ ادامه کار. تشکیل معادله درجه دو با استفاده از S و P، یعنی ما مجموع و حاصل ضرب ریشه ها رو داشته باشیم، یکیش باشه S یکیش هم باشه P، میتونیم معادله درجه دوممون رو تشکیل بدیم. یعنی مثلا ریشه ها رو به من میده، میگه معادله درجه دوشو بنویس. خب من خیلی راحت میتونم مجموع ریشه ها رو به دست بیارم، ریشه ها رو با هم جمع کنم و همینطور حاصل ضربشون هم به دست بیارم، ریشه ها رو در هم ضرب کنم. اگر این کار کردم معادله من به این شکل میشه: x دو منهای s x علاوه p مساوی 0. حفظش کن، x دو منهای s x علاوه p مساوی 0. به نظر من حفظیات تو روی برگه بنویس جدا جدا مبحثی ها، مثلا امروز مبحث درجه دو رو داری میخونی، روی برگه اون فرمولایی که باید حفظ کنی و بنویس با اسمشون نکتهشون، و نیازی نیست که نیم ساعت بشینی روش کار کنی. 5 دقیقه کار کردی ولش کن، برو مثلا کار دیگه تو انجام بده، دوباره برگشتی نگاش کن، بزن رو در اتاقت، هر چی هی نگاش کن. به مرور که نگاش میکنی ملکه ذهنت میشه، گرفتی چی شد. ولی اگر بخوای 1 ساعت فقط بشینی حفظش کنی و دیگه بندازیش کنار تا روز امتحان، نه جواب نمیده. x دومین های s x علاوه p مساویه 0. آقا ریشه ها رو به من داده، فرض کن ریشه های معادله درجه دو بمون یک مثبت منفی رادیکال دو باشه، یعنی یکیش باشه یک به علاوه رادیکال دو، یکی دیگه‌ش هم باشه یک برای رادیکال دو. خب گفته معادله درجه دو رو بنویس. آقا اول اس رو حساب کن، مجموعشون یک به علاوه رادیکال دو به علاوه یک منهای رادیکال دو. یک به علاوه یک میشه دو، رادیکال دو منهای رادیکال دو میشه صفر. پی چی میشه؟ یک به علاوه رادیکال دو ضرب در یک منهای رادیکال دو. آقا من در مورد مزوج برات صحبت کرده بودم، مثلا تجزیهشو برعکسش. وقتی دو تا عدد، دو تا جمله
دارن در هم ضرب میشن این همن، فقط علامت وسطشون فرق داره. میگیم این اولیه به توان دو منهای دومیه به توان دو، یک به توان دو یک، رادیکال دو هم به توان دو برسه توان دو رادیکال میپرنه دو. یک منهای دو منفی یک. پس اس من شد دو، پی من هم شد منفی یک. معادله درجه دومو بنویسم، x2 منهای sx به علاوه p مساوی 0، x به توان 2 منهای s هم چنده؟ 2 x به علاوه p که به علاوه منفی 1 میشه دیگه. من یه راست بنویسمش، چه بنویسم به علاوه منفی 1، چه اینو بزنم جفتش 1. اصلا استرس درجه 2 رو نداشته باش، بسیار ساده است و سعی کردم نکات مهم رو همه رو برات جمع‌آوری کنم، نه نکات اضافه. خیلی نکته هستن که مهمن ولی برای ما اضافن، فعلا برای امتحان پایانی نیاز نداریم، واسه همین من خلاصه و چکیدش رو جمع‌آوری کردم. این از این. بریم سراغ حالا تابع درجه دو. ما معادله درجه دو رو در موردش صحبت کردیم. معادله درجه دو چی بود؟ معادله این بود AX به توان دو به علاوه BX به علاوه C مساوی صفر. اما الان میخوام در مورد تابعش صحبت کنم دیگه، مساوی صفر نیست، fx مساوی این عبارت. یعنی من به x مقدار میدم یه ایگرگی دریافت میکنم، یه خروجی دریافت میکنم. گرفتید شد؟ خب با این دیگه کاری نداریم، مدل رو بذاریم کنار. ببین ما به نمودار تابع درجه دوم اسمشو میذاریم سهمی. اگه پارسال یادت نمیاد اصلا مهم نیست، چون الان داری یاد میگیری. ما نمودار تابع درجه دو رو رسمش که میکنیم بهش میگیم سهمی، اسم گذاشیم واسش، اسمش سهمیه. خب آقا این سهمی ما یا میتونه این صورت باشه یا این صورت، یا اینوریه یا اینوری. این سهمی ما یک رأسی داره، رأسش هم برات مشخص کردم. اول اینو بهت بگم، اگر آ بزرگتر از صفر باشه، آ چیه؟ ضریب x به توان دو. اگر مثبت بود نمودارتو به سیگی گور صرف فرضش کن، اگر آ منفی بود برعکسش کن. پس آ مثبت بود مثل یو میشه. حالا این از این. پس دو تا حالت داشت نمودار سهمی من، اما قسمت مهمی داره رأس سهمی. اصلا اسم اینجا رو داریم در موردش صحبت میکنیم، ماکسیموم و مینیموم تابع درجه دو. بیشترین مقدار تابع درجه دو من در اینجا از روی نمودار چی بوده؟ بیشترین خروجی کجا بوده؟ رفته رفته بالا تا اینجا، این ماکسیموم من بوده. پس وقتی آ منفی باشه نمودارمون اینجوریه و ما ماکسیموم داریم. وقتی آ مثبت باشه و به صورت یو بشه ما کمترین مقدار داریم. اینجا به حداقل رسیده مقدار خروجیمون، پایین ترین مقدارمونه. ما مینیمم داریم. گرفتی چی شد؟ خب این از این. ماکسیموم و مینیموم رو بهت معرفی کردم. اما بریم سراغ خود رأس سهمی. ما رأس سهمی رو خیلی راحت میتونیم پیدا کنیم چون مختصاتش رو داریم. این مختصات رأس سهمی من خواهد بود. مختصات رأس سهمی، مختصات این رأس رو من بسط آوردم. یعنی مثلا میگه ماکسیموم تا به درجه دو رو به دست بیار، منظورش همین رأس سهمی است. مینیمومش رو به دست بیار، همین رأس سهمی است. یا ببین ماکسیموم داره یا مینیموم داره. تو یه رأس سهمی رو به دست میاری ببینی اون مقدار ایگرگش زیاد بوده یا کم بوده. گرفتی چی شد؟ خب حالا کاری به اون نداریم، حالا نمونه سوال واسه تو آوردم، متوجه میشی چجوری سوال میدن بهت. ولی در مورد رأس سهمی میخوام صحبت کنم، مهمترین قسمتش اینه، طولشه. مگه این مختصات اینجوری نبود؟ x و y، xش منفی b بر روی 2a، yش منفی دلتا بر روی 4a. خب ببین اگه بتونی جفتشو حفظ کنی که عالیه، یعنی تو هم میتونی طولشو در واقع حفظ کنی، طول رأس رو به دست بیاری از طریق فرمول هم عرض. اما اگه فکر میکنی سختته فقط اینو حفظ کن، چون اگر اینو حفظ نباشی دیگه فلجی میشی در قسمت رأس سهمی.
هیچ کاری از دستت بر نمیاد. پس واسه اینکه رأس سهمی رو بخوای به دست بیاری باید منفی بی بر روی دو رو حفظ باشی. x مساوی منفی بی بر روی دو طولشه. ارزش هم تونستی حفظ کن. اما اگه نتونستی حفظ کنی چی؟ آقا من میخوام ارزش رو به دست بیارم. سوال بهم گفته ایگرگش رو میخواد. خواد مقدار تابع رو ببینه. در ماکسیمم چقدره؟ خب تو آقا منفی بی بر روی دو رو ایکسش رو به دست آوردی، طولش رو به دست آوردی. مثلا شد دو. بیا این دو رو بذار داخل اینجا، اف دو رو حساب کن. دو رو به جای ایکسات بذار. تمام. مقداری که بهت میده همینه. از چه از این حساب کنی چه از این حساب کنی. اگر اینو یادت بود از این برو. اگه نه اصلا نمیخوای وقت صرف حفظ کردن زیادی کنی، همین x مساوی منفی b برای دو آر رو حفظ کن. طول رأس رو بگو، طول رأس سهمی اینه، همین رو حفظ کن. طولش رو به دست آوردی بذار به جای تابت، به جای x های تابت. مقدار ایگرگش رو به دست میاری. همچنین سهمیه ما یک حالت تقارنی داره، دو طرفش عین همه و یک محور تقارن داره که اینو نصفش کرده. رأس سهمیمون طولش چی بود؟ منفی b بر روی 2 آ. خط x مساوی منفی b بر روی 2 آ خط در واقع محور تقارن سهمی ما خواهد بود. حالا یه سری از خط ها هستن شما همیشه نباید y داشته باشید که. خط مثلا x به توان x مساوی 2، این خط کلن عمودیه، ایکسش همیشه دوه، حالا ایگرگش هرچین که میخواد باشه ایکسش دوه. ایکس مساوی منفی 5، این ایکس مساوی منفی 5ه، مدلش اینجاست. این هم همینه. تو طول رأس سهمیه داشته باشی ایکس مساوی منفی بی برای دو هم این مدل خطش رو نشون میده، خطی که داره این سهمیه من الوسط نصف کنه. فقط در حد آشنایی این رو بدون. اینجا وسط آوردمش. و اما نکته بعدی، محل برخورد سهمی رو با محور ایگرگ ها ما بهش میگیم عرض از مبدا. ببین در واقع هر خط و هر نمودار دیگه هم داشته باشی همینه ها. عرض از مبدا یعنی چی؟ یعنی اومده نمودارت با محور ایگرگ ها برخورد کرده. محور ایگرگ ها همون عرض ها هست دیگه. اومده برخورد کرده توی این نقطه، ما یه عرضی داریم از مبدا، طولی نداریم. یعنی مختصات این نقطه رو من میخوام بنویسم، طول این نقطه صفره ولی یه ایگرگی داره، یه عرضی داره، واسه همین بهش میگیم عرض از مبدأ، که به این شکل هست. یه اشاره خواستم بهتون بکنم و عرض کنم خدمتون fx مساوی ax به توان 2 به علاوه bx به علاوه c. مگه طول این نقطه عرض از مبدا صفر نیست؟ اگر جای ایکس ها صفر بذارم این دوتا میپرن، اف صفر من میشه سی. در واقع چی رو میخوام بهت بگم؟ اینا رو نمیخواست، این بازی ها رو نمیخواد حفظ تو ذهنت داشته باشی. این سی که تو تابع درجه دومون داریم اون عدد ثابته، همون عرض از مبدا ما هست. چی میگیم؟ چقدر امکان توپخ پیش میاد، انقدر حجم کاریمون بالاست و به صورت فشرده داریم ویدیو رو براتون ضبط میکنیم، یه این چیزا پیش میاد. شما به بزرگی خودتون ببخشید. اینم بحث عرض از مبدا. بریم سراغ مثال. بیشترین مقدار تابع fx، بیشترین مقدار یعنی چی؟ ماکسیموم. بیشترین مقدار تابع fx مساویه یه بار درجه دو را به دست آورده و نمودارش رو رسم کنید. طول رأس سهمی من مگه نیست منفی بی بر روی دو؟ آی من چنده؟ منفی دو. بی من چنده؟ چهار. سی من چنده؟ منفی یک. سی همون عرض از مبدا بود و یادت نره. منفی بی، بی من چنده؟ چهار، بر روی دو برابر آی من منفی دوه، میشه منفی چهار بر روی منفی چهار. مثبت در منفی منفی، دو دو تا هم چهار تا. منفی تقسیم بر منفی میشه مثبت، مثل همون ضرب میمونه. 4 هم تقسیم بر 4 1، مثبت 1. طول رأس سهمی من مثبت 1. حالا عرضشو بخوام به دست بیارم میتونم بنویسم عرض رأس یا ایگرگش منفی دلتا بر روی 4 ها، یا اصلا من اینو پاکش بکنم. آقا نمیخواد اینو حفظ کنی، فراموشش کن، کافیه بیا این طولشو که به دست آوردی، ایکسشو به دست آوردی، آوردی بذار داخل تابه.
f یک همین، اصلا نمیخواد اون فرمول f رو فراموششون، فراموشش کن آقا، ذهنتو نمیخوایم بیشتر از این پر کنی، فراموشش کن، به حداقل چیزا نیاز داریم. طولشو به دست آوردی بذار داخل این به جای x ها، f یک من میشه منفی دو برابر یک به توان دو به علاوه چهار برابر یک منهای یک. یک به توان دو که میشه همون یک، ضرب در منفی دو بشه یک، ضرب در منفی دو میشه منفی دو به علاوه چهار یکی چهار تا منهای یک. منفی ها با هم، منفی دو منهای یک میشه منفی سه، منفی سه به علاوه چهار میشه مثبت یک. مختصات رأس سهمی من که همون ماکسیموم یا مینیموم من هست به این شکله، یک و یک. مقدار من، مقدار تابع من، وقتی میگه مقدار تابع یعنی خروجی، یعنی ایگرگ، یعنی افش. مثلا ممکن بود اینجا مقدارشون یکی نشه، مثلا این باشه یکی، این باشه پنج، اینه که مقدار تابع رو داره تعیین میکنه. اف یک مساوی یک، مقدارت بیشترین مقداره، بیشترین مقدار تابع. پس وقتی گفتیم مقدار تابع منظورمون خروجی است. نمودارش هم گفته رسم کنید. بچه نمودارش رو هم میتونیم رسم کنیم. من جا داشته باشم میتونم اینجا بکشم، اینجا میتونم چی کار کنم؟ ساده ترین کار با نقطه یابی رسمش کنم. رأس سهمیت طولشو، طول رأس سهمیتو همینجا مشخصش کن. ببین چند بوده؟ یک بوده، بذار اینجا. یه واحد بیشترش میشه دو، یه واحد کمترش میشه صفر. یک بتا... یک رو جایگذاری کن به دستش بیار، که اینجا ما به دستش رو بردیم f1 شده یک. دو رو بذار جایگذاری کن، f2 مون چند میشه؟ میشه دو دو تا چهار تا، اینجا میتونیم حسابش کنیم f2 مساویه. ببین ورودی دو دارم بهش میدم، f2 مساویه، به جای x ها تو تابع بالا بذار دیگه، دو دو تا چهار تا، ضرب در منفی دو بشه میشه منفی هشت به علاوه دو چهار تا هشت تا منهای یک. منهای یک هم خود تابع هم داشت. خب منفی هشت به علاوه هشت که کلا میشه صفر، یه منفی یک میمونه. پس به ازای ورودی دو میشه منفی یک، به ازای ورودی صفر هم باید قرینه همین بشه. بریم امتحان کنیم. اف صفر، اف صفر رو جای ایکس ها صفر بذارم، منفی دو ایکس دو میپره، چار ایکس هم میپره، یه دونه منفی یک میمونه. در واقع همون عرض از مبدع ما خواهد بود که طولش صفر بود و یه مقدار ایگرگی داشت. ما بریم اینو رسمش کنیم، سهمیمون در میاد. نقطه دقت کن، الان من مختصات سه تا نقطه رو دارم. رأس هم کجاست؟ یک و یکه. نقاط بعدیم صفر و منفی یک، طولم صفر، عرضم منفی یک، و بعدی دو و منفی یک، یعنی طول دو، عرض منفی یک. این ادامه پیدا میکنه. حالا یکم شما دقیق تر بکشید، اینجوری باید باشه. چرا این وری شد؟ چرا رو به بالا نشد؟ چون که این منفی بود، ضریب x2 هم آمون منفی بود، واسه همین این وری شد. اگه مثبت بود رو به بالا به صورت u میشد. این هم از این رسمش هم کردیم. خب من این تیکر رو بکنم بریم سراغ سوال بعدیمون. گفتم رسمش هم انجام بدیم ببینید. فقط یه نکته یادآوری کنم، ما رأس رو طولش رو میذاریم اینجا، یه واحد بیشتر و یه واحد کمتر بهش بدیم کفایت میکنه. بریم سراغ مثال بعد. اگر نمودار این تابع درجه دومون در نقطه‌ای به طول منفی یک دارای مینیموم باشه، یعنی طول رأس رو داده منفی یک داره مینیموم باشه، مقدار ام رو به دست بیارید. چه بگه مینیموم چه بگه ماکسیموم، در هر صورت داره در مورد رأس صحبت میکنه. رأسه که میتونه یا مینیموم باشه یا ماکسیموم. خب
طول رأس من مگه برابر نیست با منفی بی بر روی دعا؟ منفی بی بر روی دعا شده منفی یک. این منفی که طرفین دارن رو میتونم با هم ساده کنم. چی میمونه؟ یک مساوی بی بر روی دعا. یه طرف این وسط اینو ساده بزن، این ضرب در این، اینم مخرجش که یکه، میتونی بهش بدی میتونی ندی، فرقی نمی کنه، شما واسه هر عددی میتونی مخرج یک بذاری. دعا ضرب در یک دعا، بی هم ضرب در یک میشه بی. حالا اگر انقدر راحت هم ساده نمیشه تو مهم نیست، شما در هر صورت با چیکار کنی؟ بیای آبی تو مشخص کنی، این آه این بیه، بجش بذار دعا مساوی بی. دو سه تا شیشتا منهای دو ام مساوی ام منهای نو، معادله است دیگه. منفی دوهای ما ببر اون بر، اصلا فرقی نمی کنه، مجهول سمت چپ باشه معلوم سمت راست، یا مجهول سمت راست باشه معلوم سمت چپ، همه رو ببر یه طرف. من مجهولامو میبرم سمت راست، معلوم ها رو میارم سمت چپ. سمت چپ من 6 دارم، از اون طرفم منفی 9 بیاد اینور قرینه میشه، میشه مثبت 9. سمت راستم یه دونه ام دارم، از این طرفم منفی 2 ام بره اونور قرینه میشه، میشه مثبت 2 ام. 6 علاوه 9 میشه 15. ام علاوه 2 ام، این ام همون یک امه، یکیشو نمیذاریم، ام علاوه 2 ام میشه 3 ام. همیشه بهتون گفتم در معادلات وقتی به یه همچین چیزی میرسیم و مجهولمون ضریب داره، ضریبه رو برش دار بیاری زیر، طرفین رو تقسیم بر 3 کن، این تقسیم بر 3، اینم تقسیم بر 3، این که با این میپره ام من میشه 15 تقسیم بر 3 همون 5. گرفتی چی شد؟ طرفین رو داریم تقسیم بر 3 میکنم. اینو نمیخواد بنویسی یا، یعنی به همچین چیزی رسیدی، این ضریبه رو بیار زیر این، چه ام مساوی 15 سوم. این هم از این مقدار ام رو از من خواسته بود. و اما بریم سراغ قسمت بعدی، صفرهای تابع. آقا صفرهای تابع یعنی چی؟ نقاط برخورد نمودار تابع F با محور X ها رو بهش میگیم صفرهای تابع. طول این نقاط در واقع جوابهای معادله FX مساوی صفره. تا الان ما داشتیم چی کار میکردیم؟ ما میگفتیم AX2 به اضافه BX به اضافه C این باشه تابع F، تابع درجه 2. ما قبلش میومدیم میگفتیم AX2 به اضافه BX به اضافه C مساوی صفر، این معادله درجه 2 بود. خب معادله درجه 2 در اصل همون FX مساوی صفر بود، پس جوابهایی که واسه این معادله در میوردیم همون صفرهای تابع بود. پس چیز جدیدی در واقع نمیخوایم یاد بگیریم، فقط میخوایم رو حوزه نمودار با هم صحبت کنیم. یعنی وقتی میخوایم صفرهای تابع رو به دست بیاریم، انگار که همون تابع رو داریم مساوی صفر میذاریم، انگار که همین معادله ها رو، معادله‌ای که ما اول فصل داشتیم صحبت میکردیم، داریم دوباره حلش میکنیم. این از این، من میخوام این فضا باز باشه. نمودار تابع رو وقتی رسم می‌کنی، حالا تابع درجه 1 باشه، درجه 2 باشه، درجه 3 باشه، هر چی که باشه، مثلا این به عنوان یه سمپله، هر جا که نمودارت منحنیت با محور x ها برخورد کنه، اونجا صفر تابع به حساب میاد، یعنی مقدار y یا خروجی تابعمون در اونجا صفر بوده. الان اینجا می‌بینی یه x داره ولی خروجی چقده؟ چقدر بالا پایین رفته؟ صفر دیگه. اما چه مدلی؟ الان ما در اینجا یک ریشه ساده داریم، چه بوده؟ x1 بوده طولش. در اینجا یک ریشه مضاعف داریم، وقتی اینجوری مماس میشه یک ریشه مضاعف داریم، در واقع انگار که دو تا ریشه ساده رو بندازن رو هم، میبینید دو بار ضربه زدم، هیچ فرقی نمیکنه، ما بهش میگیم یک ریشه مضاعف. زیاد ذهنتو درگیر نکن، اصلا مهم نیست. این هم میگیم یک ریشه ساده. وقتی اینجوری رد میشه یعنی ساده است، وقتی اینجوری مماس میشه یعنی مضاعف تکراریه. این هم از این. در واقع به ازای x1
اف ایکسیه که من خروجیم شده صفر، به ازای ایکس دو هم اف من شده صفر، خروجی من ایگرگ من شده صفر. در واقع اگر اینم یادآوری کنم، در واقع اگر در تابع درجه دوم مثلا یا هر تابعی که دارم در اف ایکس هم به جای ایکس هام ایکس یک رو بذارم به صفر باید برسم، به جای ایکس هام ایکس دو رو بذارم باید به صفر برسم، یعنی باید صدق بکنه به صفر مساوی صفر برسه، به یک مساوی یک برسه. این از این صفرهای تابع زیرا به دست آورید. آشنا نیست واسه؟ یادت نمیاد اول درس معادلات درجه دو به چی گفتم؟ گفتم گاهی اوقات یه عبارتی داریم داره تکرار میشه، میتونیم برش داریم به جوش متغیر بذاریم. ایکس دو سوم منهای دو رو که در اینجا هم تکرار شده من میتونم برابر تی بگیرم، زد بگیرم، محمدی بگیرم، هرچی. پس من میتونم این رو بازنویسیش کنم، بگم تی به توان دو منهای هفت تی به علاوه شیش مساوی صفر. یه معادله درجه دو شد. در واقع دارم صفرهای تابع رو به دست میارم. ببین جی ایکس رو در واقع مساوی صفر گذاشتم، ولی خب همون معادله است. این معادله کجا میاد؟ همینه محل. در واقع وقتی یه معادله رو حل میکنیم داریم نقاط برخورد با محور ایکس رو پیدا میکنیم. تمام شد. تی دو منهای هفتی علاوه شیش مساوی صفر رو راه‌های بسیار سریعی داریم برای حل کردنشون، ولی نمیخواد بیاد بگیری چون تعدادشون زیاده و هر کدوم در یک جاهایی جواب میدن، همیشه جواب نمیدن. واسه همین تو فراموششون کن با دلتا یا تجزیه حلش کن. اگه تجزیه بلدی به این شکل میشه، این مشترکش تیه ضرب دو تا عدد که بشه شیش و جمعشون هم بشه هفت. 6 ضرب در 1 میشه 6، 6 با 1 هم جمع شه میشه 7. 6 1 چون ضربشون شده مثبت، هر جفتشون هم علامت بودن. با چه علامتی؟ منفی. منفی 1 با منفی 6 جمع شه میشه منفی 7 دیگه. ضربشون هم میشه منفی در منفی مثبت، مثبت 6. یه ریش هم در میاد تی مساوی 6، یه ریش هم در میاد تی مساوی 1. مساوی 0 بذارم این عبارت ها رو، هر کدومش رو مساوی صفر بذارم، میتونم از توش تی رو استخراج کنم. اما من برم سراغ فرمول کلی، من اینو به این شکل پاکش کنم. تجزیه میخوام با فرمول کلی براتون حلش کنم. روش فرمولی دلتا مساوی بی به توان دو منهای 4 برابر آ در سی. چیزی جدیدی نداریم. بی منفی 1 یادت نره، بی منفی 7 منفی 7 توان دو منهای 4 برابر آم 1 سیم هم 6. در نتیجه دلتا من میشه منفی 7 توان دو 7 7 49 مثبت 49. منهای 4 1 4 تا 4 6 تا هم 24. منهای 24 49 منه 24 میشه 25. 9 منه 4 5 4 منه 2 2. دلتای من شد 25، بزرگتر از صفره، پس دو تا جواب داره. ادامهش اینجا می‌نویسم. جواب من واسه کدوم معادله است؟ تی دو منهای 7 علاوه 6 مساوی 0. پس تی من متغیر من برابر میشه با منفی به مثبت منفی رادیکال دلتا بر روی 2 آ. بی من منفی 7 بود، پس میشه منفی 7 بی تو پرانتز گذاشتم، مثبت منفی رادیکال 25 بر روی 2 آ. دو برابر آ، آی من 1 دو یکی دو تا. بذار سادش کنیم. در واقع الان منفی منفی 7 میشه مثبت 7، رادیکال 25 هم میشه 5، دو یکی هم دو تا. پس بذار اینجوری بنویسیم. یه تی من میشه 7 به علاوه 5 تقسیم بر 2، یه تی من هم میشه 7 منهای 5 تقسیم بر 2. هفته بالا فهم میشه 12، دوم 6، هفته منهای 5 میشه 2 دوم
یک، همون جوابایی که اینجا دست بودم، یک و شش. میبینی؟ اما نکته که اونجا بهت گفتم یادت نره، وقتی از تغییر متغیر استفاده میکنی، چه درجه چهار باشه چه به این شکل باشه، که اینم در هر صورت درجه چهار ایجاد میکنه، کاری نداریم، اصلا کاری نداریم. وقتی تغییر متغیر استفاده میکنی یادت باشه این متغیری که عوض شده رو به دست آوردی در آخر باید مساوی اون عبارته بذاریش. الان تی من برابر x تو سوم منهای 2، پس ادامهشو اینجا بنویسم. تی مساوی 6، این یه جواب. تی برابر چی بوده؟ x2 منهای 3، x2 سوم منهای 2. دو رو بیاریم ور میشه 6 و علاوه 2 8 مساوی x به توان 2 سوم. طرف این وسط این x2 برابر میشه با 3 8 و 24 تا ازش جذب بگیریم، x هم میشه مثبت منفی رادیکال 24. و اما تی رو اون یکی بگیریم مساوی 1 بگیریم، x2 سوم منهای 2 مساوی 1، x2 سوم مساوی 2 منفی 2 رو ببریم اونور مثبت 2 میشه با 1 جمع شه میشه 3. طرف این وسط این x2 مساوی 3 3 تا 9 تا، x مساوی مثبت منفی مثبت منفی رادیکال 9 که میشه همون مثبت منفی 3. این جواب، این هم از جواب این سوالمون. بریم سراغ ادامه. من این تیکه رو پاک میکنم. مثال تابع fx مساوی ax و علاوه bx به اضافه c یه تابع درجه 2 رو در نظر بگیرید. سپس در هر یک از حالت‌های زیر با توجه به نمودار ذرایب a و b و c و علامت fx رو تعیین کن. میگیم چشم. چیکار می‌کنیم؟ اولین موضوع، خوب دقت کن، اولین موضوع، خب ریشه هایی که داریم در اینجا میبینیم یعنی صفرهای تابع، یکی این نقطه است یکی هم این نقطه، اسمش روشه صفرهای تابع. یعنی من اگر طول این نقاط رو به افم بدم، مثلا اگه ایکس یک باشه بدم به اف، باید خروجی صفر بگم. مثلا خودمونم داریم میبینیم مختصات این چیه؟ نقطه 4 و 0. این چیه؟ 0 و 0. حتی عرض از مبدأ هم عرض از مبدأ رو هم میتونم از روی همین ببینم. مختصات این نقطه رو هم دارم. چند تا نقطه رو من داده، چقدر عالی. منفی 2 منفی 2. خب من میخوام A و B و C رو تعیین بکنم در تابع درجه 2 هم. چیکار میتونم بکنم؟ اگر خوب دقت بکنم عرض از مبدأ کجاست؟ از خود مبدأ رد شده. پس یعنی عرضش اصلا صفر از عرض مبدا، میتونم همینجا سی رو بکنم صفر. ولی فرض کنیم اصلا به ذهنم نرسیده، خیلی راحت اف صفر، ورودی صفر رو بخوام، طول صفر رو بخوام به افم بدم، خروجی یا عرض صفر رو باید بگیرم، جایگذاری کنیم، چی میشه؟ میشه صفر به توان 2 ضرب در آ که همون صفره، به علاوه صفر ضرب در بی که باز میشه صفر، به علاوه یه سی. خب حالا این ما مساوی چی بشه؟ مساوی صفر. پس سی رو میفهمیم صفره، همون چیزی که من اول گفتم. بریم سراغ بعدی، نقطه بعدی. اف چهار من یعنی طول چهار رو اگر ایکس چهار رو به تابم بدم باید خروجی صفر بگیرم، ایگرگ صفر بگیرم، جایگذاری کنیم. چهار به توان جای x بذار چهار، شه a در چهار به توان 2 به علاوه b در چهار به اضافه c که صفر مساوی صفر. در نتیجه 4 4 تا 16 a به علاوه 4 b مساوی صفر. یه نقطه دیگه هم به من داده، اف منفی 2 به ورودی منفی 2 بدم خروجی چی شده؟ ایگرگ چی شده؟ عرضش چی شده؟ شده منفی 2. حالا ممکن بود یه چیز دیگه باشه، جایگذاری میکنم آ در منفی 2 به توان 2 به علاوه بی در منفی 2 به اضافه سی مون که صفره
مساویه. چند بوده خروجیش؟ منفی دو. منفی دو به توان دو میشه مثبت 4 ضرب در آ. منهای دو بی اینا رو هم ضرب کردم مساویه منفی دو. دو معادله دو مجهول، دو تا معادله مو دورشون با قرمز کشیدم، یکی 16 آ به علاوه 4 بی مساوی 0، یکی 4 آ منهای 2 بی مساوی 0. خب خاطرتون باشه ما باید یک کاری کنیم که یا آ یا بی حذف بشن. چی کار کنیم؟ میتونم پایینی رو مثلا ضرب در 2 کنم که راحت ترم هست. چی به دست میاد؟ 16 آ به علاوه 4 بی مساوی 0 که همونجوری باقی میمونه. پایینیه 4 آ ضرب در 2 میشه 8 آ، منفی 2 بی ضرب در 2 میشه منفی 4 بی مساویه. فقط این تیکه رو حواسمون نبود. خوب نگاه کن، معادله دومی میشه بود 4 آ منهای 2 بی مساوی منفی 2. اینو خوب با دقت بنویسیم. خب حالا منفی دو هم ضرب در دو بشه اینجا میاد منفی 8. دو تا معادلم رو بازنویسی کردم به این شکل. خب حالا چرا اصلا این کار رو انجام دادم؟ اگر دو تا معادلم رو طرف های راست و چپشون رو با هم جمع کنم، یعنی مثلا چپ بالایی با چپ پایینی، راست بالایی با راست پایینی با هم جمع بشه، مثبت 4 بی با منفی 4 بی میشه 0. چی میمونه؟ 16 آ به علاوه 8 آ میشه 24 آ مساوی 0، هم به علاوه منفی 8 میشه منفی 8 آ میشه منفی 8 24 روم یا منفی 1 سوم. صورت مخرج رو به 8 ساده کردم. این شد از آ. کافیه آ رو هم بیارم در یکی از این دوتا معادله بالا که دورش قرمز کشیدم، یا این یا این، جایگذاری کنم مقدار آ رو، بی به دست میاد. یعنی میشه 16 در به جای آ بذارم منفی 1 سوم به اضافه 4 بی مساوی 0 میشه منفی 16 سوم به اضافه 4 بی مساوی 0. منفی 16 سوم ببر اون ور میشه 4 بی مساوی 16 سوم، قرینه شد. بی رو هم بهش تقسیم، 4 رو هم بهش تقسیم کن ببر زیر این، میشه 16 سوم تقسیم بر 4. یه مخرج یک بین بدم میتونم دور در دور نزدیک در نزدیک کنم، یک 16 تا 16 تا نزدیک در نزدیک هم 3 4 تا 12 تا. اینم از بی او بی و سی رو تعیین کردم. اینم یه مثال دیگه است که میتونی به عنوان تمرین خودت انجام بدی. تمام چیزهایی که نیاز داری رو بهت داده. فقط یاد باشه میتونی از این نکته استفاده کنی. عرض از مبدأ جایی که با محور یک برخورد کرده منفی 1 بوده، پس خیلی راحت به جای سی میتونی بذاری منفی 1 دیگه، اون تیکه نیاز به حل نداره. این هم چون نکته خیلی مهمی بوده دوباره برات آوردم. هرگاه ضابطه یک تابع F داده بشه و صفرای تابع رو بخواد، کافیه این معادله رو حل کنیم، تابعمون رو مساویه صفر بذاریم. این هم از این. بریم سراغ نکاتی درباره علامت ریشه های معادله درجه دوم بدونه که حلش کنیم، یعنی بدونی که خود ریشه ها رو به دست بیاریم علامتشون رو بتونیم تعیین کنیم. و هر نکته که نیاز داشتی اینجا برات آوردم. دو حالت داریم. ببین اصلا کلا بزن اینجوری بهت بگم، هر وقت این کار خاصی بکنی علامت ریشه ها رو بگی بدون حلش، یک دلتا رو به دست بیار، دو اس سه پی، این سه تا مقدار رو به دست بیار. اگه دلتا بزرگتر از صفر باشه، خب ما دو تا ریشه داریم که حالا باید در مورد علامتاشون صحبت بکنیم. اما اگه دلتا مساوی صفر بشه، ما یه ریشه مضاعف بیشتر نداریم. اوکی، دیگه حتی نیاز به پی هم نیست. یعنی اگه دلتا مساوی صفر شد، پی رو نمیخواد به دست بیاریم. اگه اس مثبت بود، ریشمون مثبته. اس منفی بود، ریشمون هم منفیه. حالا اگه دلتا بزرگتر از صفر شد چی؟ ما دو تا جواب داشتیم، دو تا ریشه داشتیم. میایم حالا قسمت های دیگر بررسی میکنیم. من فهمیدم که دو ریشه دارم، دو جواب یا ریشه. حالا میگم اگر پی که حسابش بکنم ضرب ریشه هام
مثبت شد، ریشه ها هم علامتن. اگر ضرب ریشه ها منفی شد، پس یعنی یکیش مثبت بوده یکیش منفی. آقا مگه میشه تو دو تا عدد منفی رو مثلا در هم ضرب کنی جوابش منفی بشه؟ نمیشه که. اگه هم علامت باشن جوابشون مثبته حاصل ضربشون. اما زمانی حاصل ضرب دو تا عدد منفی میشه که یکیش مثبت باشه یکیش منفی، مختلف العلامه باشن. حالا اگر هم ریشه بودن، چیز هم علامت بودن، پی مثبت بود، به اس نگاه کن. اگه اس مثبت بود هر دو ریشه مثبت، اگه اس منفی بود هر دو ریشه منفی. وقتی پی مثبت میشه یعنی ضرب این دوتا مثبت شده، یعنی هر جفتشون هم علامت بودن، پس هر جفتشون میتونن مثبت باشن یا منفی، بستگی به اس داره. اما اگه مختلف العلامه باشن چی؟ برات نکتهشو نوشتم. نکته رو میتونی روی دوتا معادله درجه دوم تست کنی تا قشنگ بتونی به صورت مفهومی متوجه شی. وقتی ریشه ها مختلف العلامه باشن به اس نگاه میکنم. اگه اس مثبت شد یعنی جمعشون مثبت شد، قدر مطلق ریشه مثبت از قدر مطلق ریشه منفی بزرگتره. اگه اس منفی شد یعنی جمع ریشه ها منفی شد، قدر مطلق ریشه منفی از قدر مطلق ریشه مثبت بزرگتره. این قسمت رو مطمئنم برات گنگه. این تیکه آخر روی چند تا معادله درجه دوم تستش کنی موضوع رو تا قشنگ میتونی درکش کنی، در غیر این صورت نمیتونی درک کنی. مثال: بدون حل معادله و با استفاده از اس و پی و دلتا در مورد وجود و علامت ریشه های معادله بحث کنید. مثلا ببینیم وجود داره ریشه ای دلتا بی به توان دو منهای 4 برابر آ در سی، بی منفی 7 شه منفی 7 به توان 2 منهای 4 برابر آ 1 سی هم منفی 18 منفی 7 توان 2 7 749 تا منفی ضرب در منفی میشه مثبت 4 1 4 تا 4 18 تا هم 72 2 تا 4 8 32 تا بله 72 تا 2 9 میشه 11 40 و 70 هم میشه 110 121 دلتای من بزرگتر از 0 شد. ببین نکته بالا، پس دو تا ریشه دارم اینجا میرسونم دو ریشه. خب بریم سراغ اس و پی. با رنگ دیگه اینجا بنویسم که تو هم نشه. پی مساویه سی او، سی من منفی 18 آی منم 1، منفی 18 تقسیم بر 1 میشه منفی 18. پس میتونم بگم که پی من منفی شد. پی منفی میشد چی بود؟ ریشه ها مختلف و علامه هستند. یکی از ریشه ها مثبت و یکی از ریشه ها منفی است. تمام. و اما برسیم سراغ آخرین قسمت درجه دو، مشخص کردن علامت های A و B و C، تعداد و علامت صفر های تابع درجه دوم از روی نمودار. یعنی ما سهمی رو داشته باشیم. خب اولین چیزی که میخواییم بررسی کنیم، مثلا این جدول رو ببینیم چی هست. تابعه رو مشخص کرده F, G, H برای هر کدوم جداگونه سطوری رو مشخص کرده که من باید اینا رو پر کنم. ویژگی هاش هم نوشته. مثلا برای F علامت A رو بنویسم، علامت B رو بنویسم، علامت C تعداد ریشه های متمایز، علامت ریشه ها. خب F اینه، به صورت U هست، پس همینجا میتونم بگم A بزرگتر از صفره، علامت A مثبت. عرض از مبدأش کجاست؟ عرض از مبدأ مگه سی نبود؟ کجا قطعش کرده؟ توی نقطه‌ای که ایگرگش منفیه، پس میتونم بگم سی منفی. رأسم کجاست؟ رأس منحنیم، رأس سهمیم، منفی بی بر روی دو آ کجاست؟ ایکس مساوی منفی بی بر روی دو آ. طولش صفره.
مثلا کلن رأس این بود دیگه، رأس منفی بی بر روی دو آ بود دیگه، اینجا می نویسم. یه عرضی هم داشت منفی دلتا بر روی چهار آ. با دلتاش کاری ندارم، به درد من نمیخوره، اما با منفی بی بر روی دو آش کار دارم. رأس من الان روی محور که حرکت میکنه، سمت چپ به سمت راست حرکت میکنه، روی محور ایکس ها داره حرکت میکنه، مثلا با طولش کار دارم. الان منفی بی بر روی دو آ من صفره. خب آ من هم که من فهمیدم یه عدد مثبت بوده، این شده عدد. آ که اصلا نمیتونه صفر باشه، وگرنه دیگه درجه دو تشکیل نمیشه. آ ایکس دو به علاوه بی ایکس به اضافه سی، آ اصلا نباید صفر باشه. پس وقتی این عبارت مساوی صفر شده، قطعا بی من صفر بوده. این از این. دیگه چی خواستیم؟ تعداد ریشه های متمایز. خب تعداد ریشه های متمایز چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ اینها کجاها صفر داشته؟ صفر های تو آ به من کجا بوده؟ کجا با محور ایکس ها برخورد داشته؟ یکی تو آلفا یکی تو بتا، جفتشون هم متمایزن، یعنی با هم متفاوتن، مقدارشون برابر نیست. تعداد ریشه های متمایز دوت. علامت ریشه ها چی؟ آقا یکیش مثبت بود یکیش منفی. مختلف العلامه، مختلف العلامه، یکیشون مثبت بود یکیشون منفی بود، با هم اصلا علامتاشون فرق داشتن. بریم سراغ بعدی. فکر کنم همه ردیف ها رو پر کردیم دیگه. بله، بریم سراغ تابع جی. خب در تابع جی آی من چیه؟ ببین آی مثبت به این شکل بود، اینجا برعکس شده، پس آ منفیه. من یه رنگ دیگه بذارم، یکم با نمودارمون قاطی میشه. پس آی من منفیه. بریم سراغ علامت سی. یعنی من اول آ رو میگم از رو نمودار، بعد سی رو میگم که راحت تر باشم. عرض از مبدا مگه نیست؟ کجا قطع کرده؟ اینجا منفیه، در واقع میتونم بگم سی من منفیه این نقطه‌ای که قطع کرده، یه ایگرگ منفی داره، پس سی رو هم منفی میزنم. دیگه چی؟ رأس من اینجاست، اینم طولشه، طولش چی شده؟ منفی شده، یعنی منفی بی بر روی دو آ منفی شده. منفی بی بر روی دو آ همین ایکس است، ایکس رأسمونه، این منفی شده. خوب دقت کن ببین اینجا رو چجوری حل میکنم. خوب دقت کن ببین، آ یک عدد منفی بوده، این مخرج من منفی بوده، در صورتی کل این عبارت منفی میمونه که اینجا کلش بشه مثبت. ببین مخرج من منفی شده، مثبت تقسیم بر منفیه که منفی ایجاد میکنه، کل عبارت من جوابش منفی میشه. خب من میدونم که آ من منفی بوده، پس صورت من باید مثبت بشه. اما به چه شکل صورت من میتونه مثبت شه؟ منفی بی که صورت من باشه چجوری مثبت میشه؟ در صورتی که بی من یک عدد منفی باشه، منفی در منفی ضرب شه، یه جواب مثبت ایجاد کنه. پس در واقع میتونم نتیجه بگیرم که بی من باید منفی باشه. بی من اگر یه عدد منفی باشه، منفی در منفی مثبت ایجاد میکنه تو صورت من، پس بی من شد منفی. چند تا جواب داره؟ چند تا ریشه داره؟ چند تا صفر متمایز داره؟ آلفا و بتا، دو تا مقدار متفاوت. علامتاشون چی؟ هم علامت بودن، جفت منفی، هر دو منفی. بریم سراغ H. آ چیه؟ روبه بالاست، مثل اینه، یو شکله، آ مثبته. بریم بعدش سراغ سی. عرض از مبدا اینجاست. عرض از مبدا مثبت یا منفیه؟ مثبته. قسمت مثبت محور ایگرکاست. پس سی منم مثبت. بریم سراغ بی. رأس من اینه. این رأس من. رأس من منفی بی بر روی دعای طولش، این ایکسش منفی بی بر روی دعای منفی شده، تو قسمت منفی محور ایکس هاست. آی من مثبت بود، پس مخرج من
یک عبارت مثبته. در چه صورت جواب این کسر منفی میشه؟ در صورتی که صورت من منفی باشه. منفی تقسیم بر مثبت میشه منفی. پس منفی بی باید منفی باشه. حالا اینو اینجوری اصلا نمی‌نویسم، خودمونو زیاد گیج نکن. منفی بی باید منفی بشه جوابش. در چه صورت منفی بی یا این صورت من منفی میشه؟ در صورتی که یه بی یک مقدار مثبت اینجا قرار بگیره، مثبت ضرب در منفیشه، منفی بمونه. صورت من منفی بی میخواد جوابش منفی بشه. خب در چه صورت این اتفاق میفته؟ اگر به جای بی عدد منفی بذارم، منفی در منفی مثبت میشه، به درد من نمیخوره. پس به جای بی باید یک عدد مثبت بذارم که مثبت در منفی بشه منفی. ریشه ای داره اصلا صفر تابع، صفر تابع رو دقت کن ببین اصلا پیداشون میکنی، اصلا برخوردی با محور ایکس ها نداشته، پس اصلا ریشه نداره. در مورد این اصلا نمیتونیم صحبت کنیم، وقتی ریشه نداره دیگه در مورد علامت هاش نمیتونیم ما اصلا صحبت کنیم. این هم از این فصل معادلات درجه، درس معادلات درجه دو رو خیلی جدی بگیرید. هر اونچه که نیاز داشتید بهتون گفتم. تمام معادلات درجه دو رو با فرمول کلی میتونی حل کنی، پس خودتو نگران نکن، بری سراغ تجزیه. تجزیه بلندیزی ولش کن، وقتتو بذار رو همون فرمول کلی، همون دلتا، و با اون همه معادلات درجه دو رو میتونی حل کنی. و آخرین قسمت هم درس معادلات گویا و رادیکالی هست. خب حجم مطالب رفته بالا، واسه همین ما در ویدیوی بعدی اینها رو بیان میکنیم. دوست عزیز من خسته نباشی، امیدوارم که مطالب عالی بوده باشه برات. خدا قوت. من واسه این کار زاده شدم، من این بار آماده شدم، من واسه این